سلام و وقت بخیر. به بخش دوم آخر خط بگونه زنده از نور خوش آمدید. گفتگوهای سال از نشست های غیر رسمی تا خوشبینی های رسمی پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مقامات این حکومت گفته بودند که گفتگوهای سال با طالبان در اول ماه مارچ میلادی آغاز می شود. اکنون بیشتر از 3 ماه از آن موعد گذشته است، اما گفتگوهای سال با طالبان به صورت رسمی آغاز نشده است. گفته می شود که تا کنون چند نشست غیر رسمی میان نمایندگان طالبان و افراد از جانب افغانستان با محوریت گفتگوهای صلح برگزار شده است، اما این نشست ها برایند در پی نداشته است. با این حال برخی از منابع و رسانه ها گزارش دادند که نشست غیر رسمی صلح در دبی برگزار شده است. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که با راه اندازی نشست های غیر رسمی نباید وقت ضایع شود، بلکه به گفته وی تلاش برای نشست‌های رسمی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت باید صورت گیرد. همچنان گفته می شود که بر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته پیش نشست غیر رسمی سال در ناروی نیز صورت گرفت. با این همه حدود یک ماه پیش نیز نشست غیر رسمی سال از سوی مؤسسه پکواش در قطر راه اندازی شده بود که در آن نماینده های حکومت افغانستان، جامعه مدنی و هیئت از سوی مخالفان مسلح دولت اشتراک کرده بودند. با این همه دیده شود که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان چی زمانی به صورت رسمی آغاز بشود و چی برایند را در پی داشته باشد. روی همه این موضوعات با حضور آقایان سید نادرشاه بهروز مجلس نمایندگان و استاد زبیر شفیقی روزنامه‌نگار در این برنامه آخر خط گفتگو می‌نماییم. مهمانان عزیز خیلی زیاد خوش آمدید. شکرش. آقای شفیقی اجازه بدین در نخست با شما شروع کنیم. شما هم شاهد هستین که پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی با ویژه دهی آخر ما شاهد چندین نشست غیر رسمی صلح میان حکومت وحدت ملی و همچنان مخالفین مسلح هستیم. واقعا نظیر شما از نشست های غیر رسمی صلح چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ده نور تلویزیون رنولی دون که طولو تخنیکی همکاران و تاو ده بحث ملمات و تاسو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه چې تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړه، که څه هم نوی حکومت دواړو اړخونو یې په پیل کې په افغانستان کې سوله او د سولې راوستل د خبرو اترو د طالبانو او د مخالفینو سره د سولې د بهیر پیلول خپل لومړیتوب بللی و، خو وروسته معلومه شوه چې متاسفانه دوی په خپلو داخلي لانجو کې دومره سره ښکیل شول چې د سولې مسله په افغانستان کې د آرامۍ راتګ او د جګړې ختمول د اصلا د حکومت د پامه وغورځېدل. کومې خبرې چې وشوې یوه میاشت مخکې په قطر کې د پګواش د موسسې لخوا او د هغو په اهتمام او یا اوس چې په ناروې کې شوې او په دوبۍ کې، دا ټول یو بهیر دی چې غیر رسمي خبرې دي. یو لوری هم دې ته دومره خوشبینی نشي پیدا کولای چې ووایي چې دا به د افغانستان هغه لویه معضله چې کلونه کېږي موږ په هېواد تپل شوی یو جنګ دی، پردی جنګ او د موږ زامن په کې مري، د هغې د حل لپاره ډېره امیدواري ته نشي کېدای. ډېره اساسي خبره دا ده، راځئ په ځینو ترخو واقعیتونو اعتراف وکړو. په افغانستان کې تاسو هر ماښام خبري چینلونه تعقیب کړئ، د 500 نه زیات تر 100 کسانو پورې هر ورځ اعلان کیږي چې افغانان وژل کیږي په دې جنګونو کې. د ټولو د دواړو اړخونو ماتم یې افغان کورنۍ ته ځي، او دا د موږ جنګ دی، د موږ ماتم دی، په موږ تپل شوی. د موږ جګړه نه ده، یعنې د موږ د ارزښتونو جګړه نه ده، په موږ تپل شوی پردی جګړه ده. که دغه حالت د اروپا او د امریکا په یو هیواد باندې یوه هفته دوام وکړي، په هغه ځای کې به دغسې یو تحریک راپورته شي، ملت به یې راپورته شي، په هر صورت به دا جریان بدلوي. په موږ 15 کاله کېږي چې مسلسل همدغه حالت دی. که داسې ووایي چې دا یو څو اول کلونه د ښاغلي کرزي ته وباسو، اقلا 8 کلونه دغسې دي چې موږ د ورځې ته 500 زیات کسان د دې ملت پکې قرباني ورکوو. آخر د څه دپاره؟
نو د حکومت اول لومړیتوب باید د دغه جنگ ختمول وي، د سولې د راوستو لپاره یوې لارې موندل. آقای شفیقی، باز هم اگر برگردیم به مو گفتگوهای غیر رسمی حکومت وحدت ملی با مخالفین مسلح، واقعا از شما فکر میکنید در کدام موارد نشست های غیر رسمی میتونه مفید تمام شوه بر راه اندازی نشست های رسمی؟ په دې کې این دغه هغه اول ځل چې څو کاله پخوا د طالبانو د افغان حکومت د ځینو کسانو ترمنځ یا د سولې عالي شورا د غړیو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دوبۍ کې یا په سعودي کې یا په قطر کې یا په ترکیه کې کوم تماسونه نیول شوي وو، په اول ځل هغه د امیدوارۍ یو ټکی و چې دا به لاره خلاصوي، بالاخره رسمي دا بهیر به پیلیږي. مګر د هماغه څو کاله وړاندې نه تر اوسه تر نن پورې پس د څو میاشتو نه یو ځل غیر رسمي خبرې، دا خو ډېرې زیاتې امیدوارونکې نه دي. یو ټکی د ناروې د خبرو اترو په باب چې د یو څه د خوشبینۍ وړ دی، هغه دا دی چې په هغې کې له دې لوري نه د افغانستان د مدني ټولنې او د ولسي جرګې څلور تنه ښځو په کې ګډون کړی و. په دې کې اقلا دوی تنه داسې وی چې تر اوسه پورې د طالبانو سره د خبرو اترو د تفاهم مخالفې وې. دوی د طالبانو له مهمو استازو سره چې هغه د کوټې شورا نمایندګي کوي، د قطر د دفتر نمایندګي کوي، عباس تانکزای او هغه بل کس نوم یې د مویر شو، د هغوی سره یې کتلي. دغه ناسته که خدای وکړي چې دوی په دې سره متحد شي او متفق شي چې ووایي دا د موږ څه مشکل چې دی، د ملت مشکل دی، په خپله یې که حل نه کړو نه باید نورې دنیا ته سترګې ونیسو، نه همسایګانو او ګاونډیو ته، دا موږ خپل مشکل دی، په خپلو کې باید حل کړو، یو بل وزغمو. طالب به په دې قناعت کړی وي چې دغه د افغانستان ښځې د افغانستان یوه نیمایي طبقه د نفوس ده، دا په دې سیاسي او اجتماعي ژوند کې برخه لري، حق لري، همدغسې هغه هم. بله، اگه خیلی هم کوتاه اشاره بکنین، واقعا فکر میکنین که گفتگوهای غیر رسمی میتونه بسترسازی برای گفتگوهای رسمی صلح حکومت وحدت ملی با طالبان شوه؟ په هغه صورت که د رسمي خبرو اترو بنیاد کیدای شي چې زیات دوام ونه کړي، یعنې زه د سولې عالي شورا د ویاند یا د مرستیال دغه خبره تاییدوم چې د غیر رسمي خبرې اخر ته کومه نور، خو په دې باید توافق وشي چې راځئ رسمي خبرې پیل کړو، څه غواړو یو د بل نه هغه باید مطرح شي روښانه. په دې ملت چې کوم عذاب نازلي او هره ورځ موږ تاسو وینو چې موږ کلي او کورونه هم په ماتمونو کې ډوب دي، د دې ماتم احساس باید موږ سره وي، باید د دې نه ځانونه وژغورو. بسیار تشکر آقای شفیقی. آقای بهر، میخواییم در این مورد در مورد گفتگوهای غیر رسمی صلح حکومت وحدت ملی با مخالفین مسلح دیدگاه شما را بشنویم. واقعا فکر میکنیم که این گفتگوهای غیر رسمی میتونه راه را باز بکنه با گفتگوهای رسمی صلح حکومت با طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و با تقدیم احترام به همکاری شریک در میز و بیننده‌های نهایت محترم تلویزیون شما، البته بسیار روشن است که مردم افغانستان با بی‌صبری تمام انتظار از این میکشه که صلح در افغانستان جای جنگ بگیره و صلح خواست مردم ماست، خواست دین ماست و خواست منافع کشور افغانستان، کشور زخم خورده افغانستان است. تا کنون هم که در افغانستان جنگ بوده و درگیری بوده، این جنگ ها و درگیری ها هیچ گونه منافع افغانستان نتانسته تامین بکنه و هیچ وقت افغانستان و مردم افغانستان در دوام جنگ منافع هم نداشته. اصلا جنگ جاری در افغانستان جنگ مردم افغانستان نیست، همونطوری که خیلی وقتا شما از رؤسای جمهوری، چی رئیس جمهوری سابق و چی رئیس جمهوری فعلی، خیلی وقتا شنیدید که افغانستان در یک خط مقدم جبهه جنگ منطقوی یا حتی جهانی قرار گرفته و جنگ بر افغانستان تحمیل شده و اینا دارن یک جنگ تحمیلی را به پیش میبرن.
البته به ارتباط آوردن صلح چی در گذشته در زمان رئیس جمهوری سابق و حکومت سابق و چی در زمان حکومت فعلی، هر از چندگاهی گپ از صلح زده میشه و در این ارتباط شورای عالی به نام صلح به صورت عریض و طویل هم درست شده که باید کارش کار خاص و ویژه‌شان آوردن صلح هست که در حکومت قبلی شورا هیچ گونه موفقیت نداشته، بلکه نه تنها موفقیت نداشته، ضررهای قابل غیر قابل جبران را هم دیدن. همونطوری که ما شما شاهد بودیم که رئیس شورای عالی صلح قربانی عظمی برنامه صلح گردید. فعلا هم حکومت وحدت ملی با یک باوری بیشتر از گذشته گپ از صلح میزنن و میگن که شروع صلح به صورت عملی آغاز خواهد شد، ولی تا کنون ما شما شاهد آغاز رسمی حکومت خود در گذشته هم بارها تاکید کرده بود که در اوایل ماه مارچ گفتگوها به گونه رسمی آغاز میشه، اما میبینیم که از ماه مارچ هم سه ماه گذشته اما ما شاهد آغاز گفتگوها به گونه رسمیش نبوده. ما میخواهیم مشخصا در این مورد صحبت بکنیم. حالا گفتگوهای غیر رسمی جریان دارد، یک دورش برگزار شد، صحبت کردن از جانب حکومت هم کسایی رفت صحبت کرد با مخالفین مسلح، از اونام نماینده‌هاشون اومدن صحبت کردن. قرار است دور دوم از این برگزار شود. واقعا چقدر امیدوار باشیم که این نشست‌های غیر رسمی میتونه در باز بکنه با گفتگوهای رسمی صلح حکومت با طالبان؟ البته اگر گفتگوهای صلح به صورت غیر رسمی هم یک برنامه منظم و درستی را داشته باشه و دارای یک طرح باشه و یک استراتژی باشه، یعنی اگر چنانچه افغانستان یک استراتژی برای صلح می داشت که برنامه های غیر رسمی صلح برای از اینکه ذهنیت ها را ترمیم بکنن، برای از اینکه زمین ها را مساعد بسازن، برای از اینکه تمهیدات به وجود بیارن، چیزی بدی نبوده و نیستن. ما فعلا همه مذاکرات غیر رسمی را هم در صورتی که واقعا مذاکرات غیر رسمی به صورتی برنامه ریزی شده باشند، در صورتی از اینکه خب برای ذهنیت سازی و برای پایین آوردن احساسات باشند، ما ایره مفید میدانیم. ولی حتی همه برنامه های غیر رسمی که ما داریم، گاهی در قطر و گاهی در نروژ و گاهی در چین و گاهی در کدام جای دیگه، اینا داره یک برنامه نیست. حرفی که ما داریم به ارتباط از اینکه از صلح و از برنامه صلح ناامید هستیم است که حکومت افغانستان نه برای برنامه رسمی خود، نه برای برنامه غیر رسمی که جامعه مدنی برن بنشینن، حتی دی بعدیا گفته میشه که قسمتی از زنای افغانستان رفتن تا با اونا داخل صحبت مذاکره شون، اول اینا بیشترش جنبه های تبلیغاتی خواهد داشت و دومی که بدون یک برنامه و بدون یک تمهید همه مذاکرات غیر رسمی پیش میرن. وقتی که برنامه مدون و مشخصی وجود نداشته باشن، چندان امیدواری برای آغاز مذاکره رسمی صلح کم وجود داره و اگر شروع شوه هم چون دارای یک چوکات و استراتژی نیستیم، امیدوار کننده نیست. ولی ما از این تریبون شما استفاده کرده به حکومت وحدت ملی میگیم که شما هزار سر تر میکنید، یک سر کل نمیکنید به تعبیر چی. خب اگر برنامه صلح به صورت اساسی پیش بگیرین و در این ارتباط یک برنامه مدون و استراتژی مشخص داشته باشین، او را در بین مردم عرضه کنین، شورای ملی را در جریان قضیه قرار بدین که در او تمام مسائل با جزئیاتش گنجانده شده باشه، اینمی خود به خود رفته رفته یک جای باز میکنه. بله. ولی متاسفانه حکومت امی از شورای ملی را کردین در این مورد دید شما را به عنوان نماینده مردم در خانه ملت هم بشنیم. واقعا شما در جریان هستین که در پس گفتگوهای غیر رسمی چی میگذره؟ نه، گفتیم که یکی از دلایلی که تا کنون پروسه به نام مذاکره و صلح نتیجه نداده، پنهان کاری های حکومت وحدت ملی هست. واقعا شما فکر میکنین چرا ارگ ریاست جمهوری حرفایی را از خانه ملت پنهان نگه میداره؟ این باید از خود از اونا سوال شو که چی فایده با اونا داره. شما از کجا فهمیدین که حرفای پنهان نگه داشته میشه از خانه ملت؟
چیز بسیار روشن است. در خیلی از وقتا وقتی که مذاکرات غیر مستقیم هم صورت میگیره و غیر رسمی هم صورت میگیره، همین مذاکرات غیر رسمی هم قسما لیست دولت پشت سر از اینو هستن، ولی باز هم شورای ملی در جریان از امیر قم مسائل نیست، در حالی که اگر چنانچه شورای ملی در جریان مذاکرات، چی مذاکرات رسمی و چی غیر رسمی باشه، به عنوان یک پشتوانه به حکومت وحدت ملی میتونه مشروعیت بیشتری برای مذاکرات بدین، میتونه صبغه مردمی و اجتماعی داشته باشن، ولی متاسفانه همه مذاکرات که دمی وقتا هم به صورت غیر رسمی در چند جای ما همی که طرف چی می اومدیم از یک منبع اطلاعی را که گرفتیم گفتن خیلی از طالبا رفتن در قطر برای از اینکه یک سری چانزانی های را داشته باشه با طرف های زی دخل در مسائل افغانستان، ولی هنوزم که هنوز شورای ملی در ارتباط کدام اطلاعی نداره و از طرف حکومت کدام برنامه مشخص به شورای ملی نامده که این برنامه صلح ما و شما در ارتباط چی نظر دارید؟ بسیار تشکر آقای بهره‌دامی. این بحث پس از یک وقت کوتاه. باز هم خوش آمدید شما بیننده آخر خط به گونه زنده از نور رسید. آقای شفیقی، ما میخواهیم ابتدا در مورد آنچه که شما اشاره کردین صحبت بکنیم. طالبان حاضر میشن در گفتگوهای غیر رسمی با حکومت افغانستان صحبت بکنن. امی یک سوال خیلی عمده، زمانی که حاضر هستن در گفتگوهای غیر رسمی شرکت بکنن، گاهی در دبی میرن، گاهی در قطر صحبت میکنن، گاهی هم در ناروی صحبت میکنن، چرا به گونه رسمی نمیان با حکومت افغانستان نمیشینن، این مسئله جنگ افغانستان خاتمه نمیدن، همین گفتگوها را به حالت رسمیش در نمیارن؟ در کنار از آنچه که آقای بحر اشاره کرد، حکومت افغانستان هیچ برنامه برای صلح نداره، اما سر صداهای مبنی بر اینکه فلان تاریخ گفتگوها آغاز خواهد شد، فلان تاریخ ما به صلح دست میافیم، زمانی که برنامه نباشه چرا این همه سر صدا به خاطر صلح؟ در دواره چه که دیر مهم دیده سولی پا برخه که متاسفانه مخش پینزل از کالاکی گیده دی نوی نظام دی چه پا بون که بنیاد خودل شوه دی تروسا پوری یوالو استونزا پا کم دغا دا چه دغا جگلی تا چه دی مگ دی ملت نارا و راز قربانی اخلی دغا بادم نیو تا دی تا پا کم کتل کی دی دواره میلونه دی یو دا چه یا دی بحرانای پشار دی پا دوی چه دغه جګړه ته د جګړې د ختمولو لپاره او د سولې د راوستلو لپاره دوی ډیره قوي اراده باید ونه لري، شعاري عمل وکړي، مګر هغه ملت چې څه غواړي هغه کې دوی وروسته پاتې دي و نشي کولی. یا دغه علت یا دوهم همدغه دوه لوی لاملونه کېدای شي، دوهم یا دا دی دواړه لري، یو څه د استقلالیت نه محروم دي او د اعتماد سازی هغه پروسه چې په دغه اوږده موده کې باید یو په بل اعتماد شوی وی دې نه محروم دي. دریم چې هغه په خپله په مجموع کې د موږ او تاسو د افغانانو د منځ خبره ده، هغه لویه بې حسي ده. ما مخکې تاسو ته ووی که څوک دې خواته دي په حکومت او په نظام کې دي، په افغانستان کې اوسیږي، او که څوک د دولت مخالفین دي، وسله وال په غرونو کې اوسیږي یا بیرون اوسیږي، دا ټول د دغې جګړې په رابطه ډېر بې حسه دي. دې د قربانیانو په رابطه تاسو وګورئ، څه موده وړاندې یو راپور خپور شو چې هغه ډېر ناقصم و، وایي چې په تیرو لسو کلونو کې، پنځلسو کلونو کې تر یو لک زیات عام ملکي وګړي او نظامیان په افغانستان کې وژل شوي، ته دې ډېر زیات دي دا تلفات، اقلا د دې نه درې چنده زیات دي. دا دغه ملت ته راوختي د یوې داسې جګړې په رابطه چې نه تعریف لري، نه د دښمن تعریف په کشته، نه د دوست. افغان افغان وژني، یوې خواته هم افغان کور ته مړی روان دی، کلي کور ته یې بل لور ته هم پردۍ جګړه ده په موږ تحمیل شوې. نو د اول همدغه خبره زه د وکیل صاحب تاییدوم چې متاسفانه دغسې پروګرام او برنامه د سولې لپاره نشته چې یو ګام واخیستل شي په هغې پسې بل ګام واخیستل شي. غیر رسمی خبرې یا د اعتماد سازۍ خبرې د حکومت او د دولت مخالفینو ترمنځ په اول کال شروع شوې، مثلا په سعودي کې وشوې، دوهم ځل دوهم او دریم ګام د دوی باید یو څه وړاندې وای، او څلورم ګام کې اقلا مخامخ رسمي خبرو ته ناست وای او بل ته یې خپل وړاندیزونه سپارلي وای.
دوی متاسفانه تر اوسه پورې په دغه یوه لویه ستونزه همدا ده چې دواړو لوریو ته دا پروګرام نشته، چون یوه لویه بحسي حاکمه ده، هغه څوک چې په راس کې دي هغوی ته مستقیما دغه ماتام او درد نه رسیږي. لاندې ملت په قربانۍ کې پروت دی او ډېر په ماتام کې. اوس د غیر رسمي خبرو بهیر چې باید په رسمي بدل شي، د دې لپاره دوه شرطونه دواړو لوریو ته. اول، حکومت د افغانستان حکومت اول ضرورت او اول لومړیتوب د خپل کاري پروګرام باید د سولې راوستل وبولي. د سولې راوستل په شعار کې نه، عملا هغه اقدامات وکړي چې مخالفین دې ته حاضریږي او مجبوریږي چې حاضر شي د افغانستان سره خبرو ته. دوهم، طالبان د په ملت کې دغسې کار وشي چې دې ته مجبور شي. طالبان هغه جنګیالۍ ډله یې ټوله په دې ملت کې په دې ولس کې پرته ده چې په دوی کې د ملت د خوانه هم همدغه یو احساس ورکړل شي چې تاسو به ته څه وخته دغه خلق وژنئ او دا ملت به وژنئ، موږ به ته څه وخته د قربانۍ ورکوو. ان دې ته حاضر شي چې نور دغه جنګ هغه منطقي دلایل د جنګ د دوام چې څه شی دي هغه باید ختم شي او خبرې راووزي د پټو غیر رسمي یا د پردې تر شا د یوغونه راووزي رسمي خبرو ته، رسمي غوښتنې وشي څه غواړئ، څه کولای شو، څه عیني واقعیتونه څه دي چې د هغې په رڼا کې ګامونه باید واخلو. فکر میکنین با توجه به آنچه که شما میگین برنامه برای سال وجود نداره؟ این تلاش هایی که وجود داره، گاهی گفتگوهای غیر رسمی در قطر برگزار میشه، گاهی در دبی، گاهی هم در رسانه ها رئیس جمهور از آوردن سال به زودی سخن میگه، فکر میکنین نتیجه بده؟ همه دغه مسئله تر اوغو پورې، اول تاسو وګورئ د نوي حکومت راتلونه تر اوسه پورې د سولې عالي شورا، د سولې عالي شورا خپل غړي په خپله چیغې وایي. سولې عالي شورا رئیس یې ولاړو، د دولت د حکومت برخه شو، د بهرنیو چارو وزیر شو. د سولې عالي شورا په یو قسم بې سرپرسته، بې رهبره او بې مشره پاتې ده. په هغو کې هغه اوله کومه ادعا چې کېده چې سولې عالي شورا کې باید په کمی او کیفي ډول تغییر راشي، مؤثر تغییر راشي. یقینا دغه بدلون تغییر باید راشي. یوه زړه تجربه ده، کلونه پرې اوښتي. اوس د هغو تجربو په رڼا کې داسې ګامونه واخیستل شي چې طالبانو سره سمې خبرې شروع شي. دوهم، حکومت کله وایي چې موږ اول د پاکستان سره سوله کوو بیا د طالب سره. زایم دا همزمان کېدای شي. پاکستان د طالبانو سره، د حکومت پاکستان سره هم د سولې خبره کوي، هغه کولای شي. همدغسې حکومت کولای شي د طالبانو سره مستقیما خبرې شروع کړي. بسیار تشکر. او یوه بله خبره دلته چې د حکومت جدیت ته بیا په هغه کې ضرورت دی. نړیواله ټولنه په افغانستان کې چې کوم امتیاز یې غوښتی افغانانو ورکړی، تر پوځي اډو پورې او تر امنیتي تړونونو پورې، تر ستراتیژیکو تړونونو پورې، نړیوالې ټولنې باندې اقلا د افغانانو حق دا دی چې د ګاونډیو مداخلې په افغانستان کې ودروي. مداخلې دوام د سولې په جهاد کې مؤثر ته وغواړي چې د سولې په جهاد کې دوی همکاري وکړي. سولې په جهاد کې تر ټولو لویه همکاري دا ده چې په طالب او د دولت په وسلوالو هغه نظامي مرستې بندې کړي چې په افغانستان کې د جنګ د دوام سبب کېږي. څنګه نن په داسې حالات کې چې ظاهرا پاکستان د افغانستان سره د سولې او د دوستۍ ډنډورې وایي، شعارونه ورکوي ډېر تاوده، خو د افغانستان د دولت مخالفین د جنوب او د ختیځ نه ولاړل د افغانستان شمال ته، چې اوږده ساحه ولاړل په شمال کې په ډېر قوت ده، نن په بدخشان کې یوه ولسوالۍ. طبیعي خبره ده چې دا په یو لوی قوت بدل دي. د قوت د کومه ځایه تمویلی نړیواله ټولنه که په د افغانستان سره په دغو ستراتیژیکو او په د امنیتي تړونونو کې صادقه وي، د افغانستان سره د امن په راوستو کې په دغه برخه کې مؤثر اقدام وکړي. بسیار تشکر آقای شفیقی. آقای بهر، در این مورد شما هم تاکید میکنید که برنامه برای سال وجود نداره. آقای شفیقی هم اشاره کرد که در مورد سال برنامه منظم حکومت وحدت ملی در دست نداره. مسئله خیلی اساسی است که رئیس جمهور هر زمانی که در حضور رسانه صحبت میکنه حتما در مورد صلح افغانستان صحبت میکنه.
از خوشبینی ها صحبت میکنه، به زودی گفتگوهای سال آغاز میشه. اما زمانی که برنامه وجود نداشته باشه، فکر میکنین که واقعا کار صورت گرفته و این تمامی حرفایی که زده میشه از سوی رئیس جمهور به حقیقت مبدل خواهد شد، یا در واقع حرفایی است که اعتماد کاذب نزد مردم خلق میکنه؟ البته مطوری که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم که برنامه مدونی برای صلح وجود نداره و یکی از دلایل ناکامی صلح که هنوزم به نتیجه نرسیده همی خواهد بود. البته خیلی دلایل دیگه هم وجود دارد. ای که چرا رئیس جمهور با نداشتن یک برنامه هر وقتی در صحبتهای خود گپ صلح میزند، چیزی روشن است که مردم افغانستان طرفدار صلح است و صلح هم میخواهد و هیچ وقت مخالف صلح نبوده و نیست و نخواهد بود. جناب رئیس جمهور شاید هم تصمیم داشته باشد، شاید هم بخواهد تا برای آوردن صلح کمک کنه و سرعت ببخشه، ولی هیچ کاری، خصوصا کاری به این اندازه وسیع و گسترده و مشکل و چالشزا که مدتی بیش از 14-15 سال میشه که افغانستان با آتش جنگ میسوزه، این کار بدون یک برنامه یا بدون یک استراتژی انجام بده. بهتر است برای جناب رئیس جمهور که از شعارها بیکاهه و کمتر در ارتباط صحبت بکنه و بیشتر عمل بکنه. برنامه های عملی برای صلح اگر باشه، ما بسیار زود میتونیم به نتیجه برسیم اگر کشورهای زیردخل در افغانستان و خصوصا کشور پاکستان به ارتباط صلح افغانستان همونطوری که وعده داده که ما از برنامه های صلح حمایت میکنیم، اگر راست بگن، هم در صورت شروع شدن کارهای عملی معلوم میشه که چقدر صادق است. بله. و اگه خیلی کوتاه اشاره بکنید در مورد سال، واقعا فکر میکنین رئیس جمهور و در کل حکومت وحدت ملی با توجه به کارکرد نوماهه اینا اراده برای آوردن سال دارن؟ از اینکه برنامه مدونی و استراتژی مشخصی برای صلح نداره، وقتی که برنامه نداشته باشه، اراده هم اگر داشته باشه، بدون برنامه از هر شکم است. و فکر میکنه اگر اراده هم وجود داشته باشه، چرا رئیس جمهور و رئیس جای حکومت وحدت ملی نمیان یک برنامه منظم برای آغاز گفتگوهای صلح طرح نمیکنن، پس از او به مجلس نمایندگان نمیفرستن که دیدگاه اعضای مجلس نمایندگان و اعضای نماینده های مردم هم گرفته شد و بعد از این مثلا این گفتگاه به گونه رسمی و با یک برنامه منظم پیگیری شد؟ دیدگاه ها متفاوت است بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه و نوع نگاهشان نسبت به صلح، نسبت به جنگ، نسبت به مذاکره متفاوت است. و با این واسه فکر میکنی گفتگاه نتیجه به زمانی که یک دید واحد در برابر کسایی که با اونا صلح شوا وجود نداشته ما باشد؟ هم گفتیم چون برنامه برای صلح به صورت مدون وجود ندارد و این ریشه میگیرد از نبودن یک هماهنگی و توحید نظرات و دیدگاه ها، مسلم است که مشکل است که ما انتظار یک صلح داشته باشیم. بسیار تشکر آقای بهر. ادامه این بحث پس از یک وقت فکر باز هم خوش اومدید آقای شفیقی. ما میخوایم در مورد آنچه که آقای بهر اشاره کرد ابتدا دید شما را بشنوم. در حکومت وحدت ملی در خصوصی اونایی که امرایشان قرار است صلح شود، دید واحد وجود نداره. زمانی که دید واحد میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد کسایی که با اونا صلح میشه وجود نداره، فکر میکنین که مثلا نتیجه بده این تلاشایی که ولو که برنامه هم نبوده نتیجه بده؟ در کنار از او بس خیلی کلان دیگه ای است که بعضی تحلیلگران میگن که پروسه صلح افغانستان از اونجایی که برنامه منظم نداره و جزئیاتش با مردم و نمایندگان ملت در میان گذاشته نمیشه، پشتوانه مردمی نداره. واقعا فکر میکنید روند صلح افغانستان تا حالا پشتوانه مردمی نداره؟ اول خو متاسفانه ده حکومت دوارو مصران و ترمان چه د سولې پر اړه واحد نظر وجود نه لري. د طالبانو سره د خبرو اترو د تفاهم د ډېر ښکارا دي، ډېر واضح دي. یو لوری په د سولې لپاره هغه شرطونه ایږدي چې د اساسي قانون منل او د ځینو نورو شان د
بل لورای تقریبا دیغونه لگ بیا پا خلاص ما تو غالی چه دی طالبانو سره خبرو خو اصلی ستونزه دی ما پا نظر تروسه لاده ده چه حکومت دی حکومت دوال مشران اغا تروسه چوکه و دی ویش نه ندی خلاص اغا داخلی ستونزه حال دا چه دی موگ ملت اغا اول غختنه لومړیتوب یې داده دی ملت غختنه و لومړیتوب هم داده چه سوله راسی دا جنگ ختم شي دا جنگ دی دوی نده دا باید ختم شي سوله باید راشي او متاسفانه دی حکومت لومړیتوب بیا دغه نه دی تر اوسه پورې دا نهه میاشتې څومره موده چې تېره شوې دوی په دغه لانجو کې سره راښکیل دي وروسته د دې نه چې بیا دوی توافق کوي په یوه میکانیزم دا هم یوه لویه خبره ده متاسفانه هغه د جنګ د دوام یو لامل هم دا دی موږ دا چې وایي چې جنګ پردی دی د دې جنګ تنها یو اړخ چې موږ وایي چې د دولت مخالفین دی چې دا یا د ګاونډیان نه حمایه کوي یا د نورو نه داسې نه ده د دې جنګ د دوام دپاره د تقویې لپاره یې په شا کې د جبهو د جوړېدو لپاره یې په افغانستان کې د خلکو د بېزارولو لپاره د نظام نه د لرې کولو شړلو او د مخالفینو سره د یو ځای کېدو لپاره منظم کار شوی په تېرو څوارلس کالونو کې موږ ولیدل ما داسې اول کالونه تاسو وګورئ په افغانستان کې یو ډز نه کېدو ورو ورو په تدریج په داخل کې د خصوصا د بهرنیانو د شپې چاپې تلاشۍ د دوی عملیات په کلیو په بانډو باندې د دوی پوځي د شپې عملیات د دې سبب شول چې د خلکو فاصله د حکومت سره پیدا شي او ناکاره او بې کفایته محلي ادارې په دې کې بل لوری وی چې نه توانېدل د خلکو غږ مرکزي حکومت ته ورسوي مرکزي حکومت کې کمزوری او بې کفایتۍ بل اړخ و د سولې ته د جګړې ته مخالفینو ته اول په کمه وکتل شول نو دې ته زیات ارزښت ورنه کړل شو چې جنګ دی یو څه وخت دی دا به ختم شي دې ته یې نه کتل چې دا لوی پروګرام دی د پردې تشال د نړیواله توطیه ده دغه جنګ د افغانستان دغه نوی پړاو چې شروع کی یا دغه دیارلس کاله څوارلس کاله چې په افغانستان کې دوام درلود دا د نړیوالو د ګټو جنګ و یو هدف یې مثلا د جنګ د دوام همدا و چې امریکا په افغانستان کې د نهو پوځي اډو سند ترلاسه کړو امنیتي تړون ورسره لاسلیک شو اوس د دې جنګ د بحران د دوام دپاره جنګ بیا ضرورت دی چې د افغانستان د شمال نه اخواته مرکزي آسیا هیوادونو کې نور اهداف ترلاسه شي د داعش په نامه نوي شعارونه چې راپورته کېږي اوس د دې لپاره چې دا بیا ختموي او یوې ډېر واحد ملي دریځ ته ضرورت دی چې ملت په یوه غږ راپورته شي په یوه احساس د جنګ د ختمولو لپاره راپورته شي هغه لاملونه چې د جنګ د دوام سبب کی هغه ډېر مشخص په ګوته شي او د هغوی جملې نه چې متاسفانه ما تاسو ته وویل د امنیتي تړون لاسلیک و چې په افغانستان کې مخالفینو ته برله د امنیتي تړون د لاسلیک نه یوه ورځ وروسته طالبانو اعلان وکړو چې موږ نور سوله نه کوو جنګ به دوام کوي ځکه خارجیانو ته دلته اډې ورکړ شوې نو دوام د حکومت محاسبه د یوه لوري چې د ډاکتر صاحب اشرف غني محاسبه یې ډېره زیاته د پاکستان سره په روابطو وه په هغه وعدو وه چې مخکې په مارچ کې به چې خبرې په مارچ کې به شروع کی په لومړۍ هفته کې وروستۍ هفتې ته خبره ولاړه هغه د پاکستان په وعدو وه چې طالبان به موږ حاضروو وروسته دا خبرې ټولې معلومې شوې چې اصې بې معنا شوی وې افغانستان یو طرفه امتیازات پاکستان ته ورکول او دا خبرې شروع نه شوې نو د آینده دپاره څو شیان ډېر ضرور دي چې اول په خپله په ما هغه اوله خبره درته کوم بلکې دا اوله خبره تکراروم چې په خپله په مجموع کې افغانان ټول هر لوري ته چې دي په دې فکر وکړي چې دغه جنګ د موږ دی قرباني د موږ نه اخلي ماتم موږ ته راکوي تلفات یې موږ ته پاتې کوي ماتم یې موږ ته پاتې کوي او دا جنګ د نورو یې ګټو دپاره دی راځئ په یو غږ د دې نظر نه وباسو بله بسیار تشکر آقای شفیقی و آقای بحر شما مگه خیلی کوتاه اشاره بکنید در مورد آنچه که حکومت وحدت ملی در خصوص صلح افغانستان که در واقع نتیجه هم بتن انجام بدهند از دید شما چیه؟ حکومت وحدت ملی پیش از این که خیلی به صورت متضرعانه به سراغ صلح برن که صلح چیز خوبی است
ولی کسی که با گردن کج به طرف صلح میرن بسیار کمتر موفق میشن. بهتر هم است که در قدم اول در داخل افغانستان به سراغ مردم خود برن، به سراغ نیروهای امنیتی خود برن، در جهت تقویه از اینا تلاش بکنن. وقتی که نیروهای امنیتی ما تقویه شوند، چه از نظر مورال انگیزه و چه از نظر تجهیزات اینا، وقتی که مردم افغانستان با حکومت وحدت ملی فاصله هایی را که وجود دارد این فاصله ها کم شوند و اینا حمایت خود از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی اعلام بکنن، چون شما دیدید در بعدی ها در هر جبهه ای که مردم افغانستان حمایت خود از اون جبهه و از اون نیروی امنیتی مربوط حکومت اعلام کردن، اون جبهه موفق بودن. وقتی که با مردم بود، وقتی که نیروهای امنیتی خود تقویه کردن، خب وقتی که در میدان جنگ ضربای شستی، چنانچه که در بعدی ها در خیلی وقتا ضرب شست های خوبی در خیلی از جاها داشتن، ضرب شستی به طرف نشان بیدن، خود به خود هم طرف به سراغ صلح میان و هم ثبات در افغانستان تامین میشن، ولی با تضرع رفتن به طرف میدان صلح چیزیست که نتیجه نخواهد داشت. بسیار تشکر آقایان سید نادرشاه به روز مجلس نمایندگان و استاد زبید شفیقی روز نمایندگان، خیلی ممنون که تشریف آوردین. همچنان سپاس شما که تا حالا بیننده آخر خط بودید. تا فرصت بعد، خدا نگهدار. بسیار